این همون تخت جنبانی است که عوام در اوصافش فسانه ها ساختن؟ بله شیخ، این تخت پرنده است. یا للعجب، پس چرا فلحال ساکن است و نمی پرد؟ می بینی شیخ؟ به ریسمانش بستن تا نپرد. ضمناً تا کسی سوارش نشود نمی پرد. یعنی هر کس که سوارش شود می پرد؟ هر کس که نه، هر مؤمنی که دلش پر از انوار قدسیه باشد و روحش را به شیطان نفروخته باشد سوارش شود به پرواز در می آید. چه خوبیست بر ایمان مؤمنین. می خواهی ایمانت را بسنجی شیخ؟ ابداً ابداً. خدایا به تو پناه می برم. هیچ بنی بشری جز وجود مقدس انبیا نمی توانند ادعا کنند که قلبشان خالی از انفاس شیطانی است. خدایا خدایا ما را از شر شیاطین حیال و نهان حفظ فرما. استغفر الله ربی و یا الله. چه شد؟ چه شد؟ به فریادم برسید. ای سهرف یا معجزه مسلمان، خدایا به فریادم برس. توبه مسلمان، مسلمان به من رحم کن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنة والناس. اهلا و سهلا شه. حضرت عالی، مختارم جناب نجدت ابن عامر. مختار، سپهسالار لشکر مکه. در افا شنیدم که تخت پسر زبیر مانند تخت سلیمان نبی پرواز می کند. عجیب ترش را از زبان خادم آستانه شنیدم. مدعی است هر کس بر این تخت بنشیند و قلبش خالی از انفاس شیطانی باشد تخت به پرواز در می آید. بله، چنان چه شخصی پیدا شود که شیطان حقیقتاً در او نفوذ نکند شایسته عروج به ملکوت اعلاست و همه آیات خداوندی در برابر چنین شخصی مطیعند و تسلیم. این شخص پسر زبیر است؟ خیر خیر، ابن زبیر هم مثل من و شما انسانی است دچار لغزش و خطا. پس قصه این تخت چیست که عوام الناس زبان به ستایشش گشودند؟ بله، من هم لحظه ای پیش یکی از معجزات این تخت را به چشم خود دیدم. شما اسیر وهم تخت شدی شیخ. کسی که در برابر جامدی بی جان ضعیف و نفس باشد و قلبش آکنده از انفاس شیطان، چگونه میتواند دایه دینداری کند و حکم بدهد و خود را زی حق بشمارد و الباقی را باطل؟ مقصود چیست؟ بماند شیخ، بماند. برویم بر سر اصل مطلب.
شما از ما خواسته‌ای در مقابل یزیدیان ما را همراهی کنید. بسیار خوب. در عوض چه می‌خواهید؟ شما وقتی که نماز می‌کنید چشم داشت به خلعت کسی دارید؟ ستیز با آل امیه همواره تکلیف شرعی خوارج بوده و خواهد بود. خدا بخواهد تومار آل امیه را در هم می‌پیچیم. خدا خواست و تومار آل امیه را در هم پیچیدیم. بعدش چه شیخ؟ متحد آل زبیر میمانید یا محاربه با خدایشان میخوانید و فتوایی به کفرشان میدهید؟ ما التزام نمیدهیم که تا ابد متحد زبیریان باشیم. تا هر وقت که زبیریان با حکم قرآن عمل کنند گردن ما از مو باریکتر است و هر کجا که از حکم قرآن سرپیچی کنند شمشیر خوارج علیه ایشان است. حال بمانیم یا برویم؟ تو قیم آل زبیری که برای دوام و بقای حکومتشان چانه میزنی؟ تو که برای دفع شر آل امیه به شر آل زبیر پناه آورده ای؟ خوارج هم مثل آل زبیر، اونا هر دو از یک قماشند. پس قبول کن و شر یزیدیان را با شمشیر این اشرار در هم شکن. به چه خیره مسلمان؟ چه کنیم؟ برویم یا بمانیم؟ قبول میکنید تحت فرماندهی واحد عمل کنید و اراده خودتان را در امور جنگی دخالت ندهید؟ این از اهم واجبات هر جنگی است. تا فرماندهی واحدی نباشد فتح و ظفر میسر نشود. بسیار خوب. از این پس شما سربازان لشکر مکه‌اید و همچون سایر جنگیان از مواجب و غنایم جنگی بهره مند میشوید. جیش الله حافظه بیت الله. 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 درود درود بر عباد الله، سیف الله و ید الله. جیوش قیور و جان بر کفتان را مورد تفقد قرار نمی دهید؟ ایدکم الله شیخ، تقبل الله، جزاکم الله. این اتحاد هم از برکات کعبه است. کعبه؟ خانه اخوت، برابری و صفاست. کعبه قبله دل هاست. کعبه حجاب ها را دریده و مناقشات دینی و فرقه ای را به آشتی تبدیل می کند. در این خانه نه رنگ پوست و نه نژاد فضیلت است و نه تمکن و تملک. در این خانه همه لبیک گوی حضرت حقند. انشاءالله که خداوند به ما و به شما نصرت عنایت کند تا دشمنان کعبه را بتارانیم. اوضاع بر وفق مراد هست شیخ؟ عنایت بفرمایید. به فرموده خلیفه کعبه خود ره کجاست؟ بیاری خدا کوه ابو قبیس را قبرستان یزیدیان میکنیم. امشب قدم رنجه بفرمایید، سری به جنگیان رکابتان بزنید. حتما امشب حتما میایم تا در باب وظایفتان سخن کنیم.
معید باشه شیخ. بی صبرانه منتظریم و مشتاق. فی امان الله. آجرکم الله. فی امان الله. در پناه خدا شیخ. جیش الله حافظه بیت الله. 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 باورم نمی شود که این جماعت همان حیوانات متعصب خشک مغز و خراف پرستی هستند که نمیشد با یک من اصل خوردشان. تو با آنها چه کردی که اینطور سر به راه شدند و آدم؟ کار خاصی نکردم. اندکی در باب تهذیب نفوس و تزکیه روح و آداب سیوف سخن کردیم. با این وجود من هنوز گمان میکنم چرخش این جماعت مصلحتی است. لحظه ای غفلت کنیم کار دست من میدهند. کاش میشد عطایشان را و لغایشان بخشید. میترسم لشگریان من را آسیب پذیر کنند. فلحال به نیروی شمشیر این جماعت و کینشان نسبت به امویان نیاز مبرم داریم. جماعت خاره در چشم استخانه در گلو. مرادم را فرق شکافتند. به خدا های خستن اگر اشبار نبود هرگز با ایشان در یک صف نمی شدم. با این حال شما نگران نباشید. چاره جویی های لازم شده بخواهند شاخ شوند شاخشان را می شکنیم. فتنه‌گر و گردنکش و بیعت شکن زبیر، من حسینم پسر نمیر، به میدان آمدم تا با فریب خوردگانتان اتمام حجت کنم. ای اهل حجاز، پسران بزدل و ترسوی زبیر آبروی پدرشان را وثیقه آبروی خود کردند. پدرشان صحابی کبار بوده، با جناق پیامبر بوده، شمشیرش دشمنان دین خدا را گردن زده. به پسرانش چه؟ آنها چه کردن جز شرارت و فتنگری و دغلکاری؟ قرار باشد داشتن نسبت با پیامبر خلیفه را معین کند که پسران علی از همه مستحق‌ترند. ای مکیان اخفال شده آل زبیر، اندک مهلتی میدهم که به خود بیایید، توبه کنید و تیغ وا نهید و با شاخ گاو در نیفتید و جان عزیزتان را فدای عده یاغی تشنه قدرت نکنید. من به نادمین حجازی امان میدهم، اما به پسران زبیر هرگز. آنان مهدور الدمند و من آمدم که سرشان را با خود به شام ببرم. خود دانید. این قا
قربتی تا کی میخواهد زمان به حتاکی بچرخاند و پسران زبیر را تحقیر کند؟ رخصت بدهید به میدان بروم و دهان این بیپدر را بشکنم. نه مصعب، نه، تو فرمانده جناح راست لشکری، برو برو مراقب باش دشمن به جناحت رخنه نکند. جسارت است برادر جان، ابن نمیر یکی از پسران زبیر را به میدان دعوت کرده، ننگ از پاسخش را ندهیم. یکی از ماها به میدان نرود، لشکریانمان ادعای این نانجیب را باور کرده و سست می شوند. مصعب، احساساتی نشو، خشمت را مهار کن، تو باید فرماندهی کنی نه رجزخانی. ای اهل حجاز، شما تا به حال هرچه شنیده اید از محاسن و افتخارات زبیر شنیده اید و اغوا شده اید. چند جمله ایم بشنوید از معایب این صحابی جلیل القدر که اجر مجاهدتهایش را در جنگ جمل به حب دنیا فروخت و بر خلیفه دورانش شورید و به همه فهماند که مسلمان میتواند با برادر مسلمان خود بجنگد و او را بکشد. جنگ برادرکشی بدعتی بود که اصحاب جمل بنا نهادند. همین خلیفه حجازی زبیریتان در جنگ جمل یکی از آتش بیاران معرکه بود و با علی جنگید. حال چه شده که مدعی خون پسر علی شده؟ دروغ و دغلکاری از این آشکارتر؟ ای پسران زبیر، شما که در فتنه گری حریصید و در دفع فتنه ذلیل، شما که ادعا می کنید درد دین دارید، پس چرا به میدان نمی آیید و خونتان را فدای دین نمی کنید و آبروی شمشیر زبیر را نمی خرید؟ ابو اسحاق، سکوت بیش از این روا نیست. یکی از پسران زبیر باید جوابش را بدهد. منظر. بله برادر جان. جواب ملعون را بده. با کمال میل. با شمشیر پدر به جنگ. شوبم زبیده، میترسم منظر بچگی کند. نترس سرورم، لشکر مکه جنگجوی آب دیده کم ندارد. مختار و مصعب به اندازه یک لشکرند. منظر جوان است و مغرور، تحریکش کنند هوایی میشود و به میدان میرود. بعید از حضرت خلیفه اجازه دهد برادر کوچکش به میدان برود. بیا کجا بانوی من؟ باید پیغامی را به منظر برسانم. آرام باش خاشه، بر کجاوه بنشین.
کجاو تابوت هم شود. بیا یبن نمر، تو این که پسران زبیر را ترسو خندی و میدان گریز، چشم باز کن و ببین، گوش باز کن و بشنو. پسران زبیر اگر ترسو بودند، خلیفه عیاش سگباز میمون بازتان این همه جنگجو اجیر نمی کرد تا برای سرکوبی پسران زبیر روانه حجازشان کند. مرحبا منظر، شیر مادر حلالت باد. یک الف بچه عجب زبان برندهی دارد، بی پدر مثل یک پیر میدان دیده رجز می خاند. اینجا مکه است، سرزمین نزول وحی. خداوند در این خاک با انسان سخن کرده، خداوند در این خاک خانه بنا کرده. این خاک مقدس را به خونتان آلوده نکنید. این بار یزید شاه شما را به جنگ خدا فرستاده. ای عجیل شدگان در خواب، هشدار، بیدار شوید و هشدار. منم منظر پسر زبیر ابن عوام و این شمشیر شمشیر پدرم زبیر است که به فرموده رسول الله هر کس با این شمشیر کشته شود به دوزخ می رود. حال در میان شما اگر کسی برای رفتن به دوزخ بیتاب و بیقرار است، بسم الله. تو بچه گربه را باد کردن که ادای شیر را در بیاوری. برو بچه برو، تو برای مردن خیلی جوانی. آنچه در دست داری شمشیر است نه آلات مشق. برو بگو بزرگتر از تو را به میدان بفرستن. ما آمده ایم بجنگیم، نیامده ایم که جنگ بازی کنیم. یبن نمر، این همه که لاف زدی بس نبود؟ هنوز وقتش نرسیده خودی نشان دهی و ثابت کنی مرد میدان کارزاری؟ بلوشی، برو دهان کثیفش را ببند، مادرش را به عزایش بنشان. Thank you.
همین را میخواستید؟ بعد منظر نوبت جعفر است؟ اجر مجاهدت منظر را تباه نکن. منظر حریف این میدان نبود. من باید به میدان میرفتم، نه منظر. متاسفم حضرت خلیفه، منظر جانانه و جوان مردانه جنگید، خدایش رحمت کند. رخصت دهید به میدان میروم برای انتقام. نه بن مطیع، چیزی به سنت داری؟ پرسیدم کسی؟ در میدان کارزار قدرت شمشی در کس معرف اوست. زبده ترین مردان جنگی ارتا به میدان بفرست تا نشانت دم کیستم. جوابش را بده. هتوان مشهور به فارت یلیل شام، نام تو چید؟ مرا به زحمت انداختی زنبور، میخوایی چطور بکشمت؟ خودم راحت ترم قورتت بدهم. در چنته داری رو کنی، همه مردان جنگ سپاهت مثل این یکی پهلوان پنبن. مختار خودتی؟ آبرویت را با چه معامله کردی؟ با حکومت بر عراق؟ آل زبیر دغل کارن، به وعده وفا نمی کنن. بیا طرف ما، آل شرف می دهم پیش امیرالمومنین یزید واسطه شوم و حکم امارت عراق را برایت بگیرم. برای امروز جنگ کافی است. بر کوس خاموش باش جنگ بکوبید و جنازه ها را از میدان بردارید.
جعفر، جنازه منظر را از زمین بردارید. مصعب، مراقب حملات غافلگیرانه دشمن باشید. مبادا فریب کوس خاموش باش را بخورید. جنگ تازه شروع شده. ابن نمید برای عقب نشینی دامن که نیامده. أشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة. نرش را میان زنان ببرید تا بین مردان معذب نباشد و راحت نوبه کند. زیاد طول نکشد، نرش معطل شود که راحت دارد. غیرتمندانه جنگید و جوان مردانه، خدایش غریق رحمت کند. خداوند اموات شما را هم ببخشد و بیامرزد انشاءالله. نبرد جانانه تو تسلی خاطر من شد. هر آنچه در باب دلیری و برایی شمشیر تو شنیده بودم فسانه نبود. من خود به عینه دیدم که مختار در هنگامه پیکار معجزه‌گری است قهار. الحق که لقب ید اللهی برازنده توست. شکران.
حمله رعداسا و حیرت انگیز تو چند روزی شامیان را گیج و منگ خواهد کرد. حدس میزنی تا کی بر ترک مخاصمه ادامه دهند؟ گمان میکنم متارکه موقت نبرد یک حیلت جنگی باشد. آنچه مسلم است ابن نمیر زین پس تن به نبرد نفر به نفر نخواهد داد. یه احتمال در تدارک حمله ای همه جانبه و غافل گیر کننده باشد. باید خیلی مراقب باشیم. با چه آرایشی به مقابله با شامیان می روی؟ ما با شماره اندک نیروهایمان قطعا نمی توانیم در یک جبهه حریف شامیان شویم. طولانی شدن جنگ از هر حیث به نفع ماست و به ضرر شامیان. دوری از شام، تهیه آذوق و علیق، گرفتار شدن در غربت حجاز و گرمای آن، همه اینها موانعی هستند که ابن نمیر را وامی دارند تا جنگ را هرچه زودتر تمام کند. پس ما باید با جنگ های ایزایی در چندین جبهه آنها را مشغول و معطل نگاه داریم تا خوب بفرزایند و خسته شوند. فهمیدم. یعنی جنگ و گریز در همه جهات. بله، اما کم و کیف جنگیدن من هم مهم است. جنگ و گریز های ما باید گیج کننده باشند. فیلمسل آنجا که دشمن انتظار حمله دارد عقب بنشینیم و آنجا که منتظر فرار است حمله کنیم. البته مشروط بران که فرماندهان من هم وظایف محوله را مو به مو اجرا کنند. جنگ امروز نشان داد که دشمن سعی در تحریک فرماندهان و نامیان سپاه ما دارد. من بر این باورم که مرحوم منذر قربانی همین خود شدند. مصعب متاسفانه خیلی زود تحریک شد و منذر را هم تحریک کرد. من شنیدم مختار با یک مشت هر جور گاو ورزایی را میخواباند. باور کن، ندیدی قول شامی و اسبش را چطور با یک ضربه خواباند؟ مختار مرادی مثل حیدر کرار دارد، کسی که با یک تکان درب خیبر را کنده، کسی که فارس یلیر را پی کرده. معلوم از مریدش عجوبه‌ای میشود شبیه مختار. دلم برای منظر سوخت. کی فکر میکرد تومه یا اولین روز جنگ مکه جوانترین پسر زبیر باشد؟ تقصیر برادرش مصعب شد. دخالتی بی جا نمی‌کرد، منظر زنده می‌ماند. بالاخره یکی از پسران زبیر باید به میدان می‌رفت. منظر نمی‌رفت، جعفر می‌رفت. جعفر نمی‌رفت، مصعب می‌رفت. تا مختار را داریم غمی نداریم. من یکی که مریدش شدم، دستور بدهد بمیر نامردم نمی‌رم. کجایش را دیده‌ای؟ مختار هنوز جنگی نکرده. دیدنیست روزهایی که مختار نکره های شامی را فوج فوج به میدان بخواند. ارادت مختار به علی حکایتیست. امروز هم به عشق انتقام از حسین شمشیر زد. من جنگ های زیاد و جنگجویان زبده ای دیدم. ضربه ای که امروز مختار زد پشتش عشق و کینه و بغض بود. مختار فر الهی دارد.
از یزید شاه عبیدالله دومین متهم تومار است. ابن زیاد مشهور به ابن مرجانه، شقیترین اشقیا، دشمن خونی اولیا و اوسیا، افتاد دو تن شهدای دشت نینوا، اهل دروغ و ریا و متمرد به فرمان خدا، بل از بدنش جدا و پیکرش به دار و بی خطا از تو. فرماندهی بود گاو را فرمانده می کردن، فقط بلدی برای خود الها بفرد. ید الله، ید الله، کو ید الله. خفه شو ابتجه، دست پیش را گرفتی که پس نیفتی. آری من فرمانده قودم و نفهمی بودم که چشم بر خیانت های مداوم شما بستن و پذیرفتم با خوارش در یک جبهه بجنگم و چونه چشم دور شم. We'll be right back.
سوست، قبله دین سوست، اطفای حریق کنید لازم و نام به داد کعبه برسید. هول نکن خاشه، هول نکن. نامسلمان ها با قاروره های نفتی کعبه را کوبیدن. چرا خداوند بیکار نشسته و سوختن خانه اش را تماشا میکند؟ چرا زمین نمی شکافد؟ چرا آسمان پاره نمی شود؟ برخیزید! باید کمر خاموش کنید! برخیزید! یا یزید ابراهیم نیست، یا شامیان اصحاب فیل نیست. باید برای معجزه نکردن کعبه حکمتی بیابیم، وگرنه سخت متضرریم. ظاهراً میخواهند آتش کعبه را خاموش کنند. عجب احمقایی هستند. کعبه باید بسوزد. این روشنترین دلیل کفر یزید است. به خدا سوگند، اگر آتش به خودی خود به کعبه میافتاد، آن را پیراهن عثمان میکردم و به جان یزید میانداختم. مختار! میخواهید چه کنید؟ اگر نمیبینی که همه در آتش میسوزد، باید آتش رو خاموش کنید. اما مصلحت باشد خداوند قادر است آتش را گلستان کند. همه باید بسوزد تا همه بدانند یزید کفر مطلق است و مثالی به خدا و خانه‌اش ایمان ندارد. این چه جور منطقی است؟ شما ها دیگر چه جور مسلمانی هستید؟ برادران، هر کس به خدا و خانه‌اش ایمان دارد دست به کار شود. نشتابید، باید کمر خاموش کنیم. Thank you.
کمه مون یزید مون این مرد تاوانه هانت به کم است مولا و لغافت الله بلا رحمت برم یزید ناکام خلیفه یزید ناکام خلیفه یزید اگر شمشیری داشتم که قادر بود خرافه پرستی را گردن بزند هرگز تن به متارکه جنگ نمیداد. بیمعتل به منبر برو و کار را تمام کن. نشود چی شهر؟ آبروی برای ما نمیماند. دل گنده باش تا کوفه را تصاحب کنی. ریا میکنی پایتخت دولت آل ابی وقاص. خدایا حال که در این مصیبت عظما زندان داشتی زندان بدار تا روزی که ببینم با دست انتقامت قاتلین حسینم را قصاص می‌کنم. به خدا قسم اشقیای داشتن اینه با هرگز روی آسایش به خود نخواهند دید. روز ما بود نزدیک از سفرم.